دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام به شما و رس شما و بینندگان سلام ارامی و خیلی باشید. بزرگوارین آقای دکتر، در آستانه برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان، نگرانی‌ها از به رسمیت شناختن طالبان هم افزایش یافته. آیا این نشست مقدمه‌ای برای رسمیت بخشیدن به حکومت طالبان خواهد بود؟ بفرمایید. نشست دوحه برای به رسمیت شناسی طالبان نیست، اما نشست های مکرری که توسط سازمان های بین المللی و برخی نهادهای ملی انجام میشه گام هایی را به صورت ناخواسته برای به رسمیت شناسی طالبان فراهم میاد. بله، چرا بیشتر از همه زنان و دختران افغانستان نگران به رسمیت شناختن طالبان و تداوم حاکمیت آنان هستند؟ تمام گروه های انسانی که در افغانستان ساکن هستند فارغ از تفاوت های جنسیتی با به رسمیت شناسی طالبان مخالفند و به رسمیت شناختن طالبان را خطری برای جامعه بشریت می دانند. اما از آنجایی که بیشتر طالبان تمرکزشان بر زنان و ایجاد محدودیت بر زنان است، خب طبیعتاً آمارها و پرسشنامه هایی هم که تکمیل میشه از زنان هست و از این جهت آنها ابراز نگرانی میکنن از به رسمیت شناسی طالبان که حتی این آمارها میتواند بیشتر هم باشه، ولی خب به هر حال بخشی از آمارها از این قرار است و این بنابراین مختص به زنان نیست، اما چون این آمارها از جامعه زنان گرفته شده بنابراین نشان میده که زنان بیشتر احساس خطر میکنن از به رسمیت شناسی طالبان به دلیل محدودیت های متنوعی که آنها ایجاد میکنن و در آینده هم امکان افزایش اونها وجود داره. بله، با وجود نقض مکرر حقوق بشری زنان از سوی طالبان، چرا سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری به جای فشار راه تعامل با طالبان را در پیش گرفتند؟ متاسفانه سازمان های بین المللی به اون شکلی که انتظار می رفت مستقل نیستن و خصوصا سازمان ملل متحد که متشکل از کشورهای عضو این سازمان است و بسیاری از کشورها تمایل دارند که از تنش و گسترش تنش در افغانستان جلوگیری بکنند و از این جهت تلاش میکنند که مسیر تعامل را باز کنند و خصوصا کشورهای منطقه که به نوعی توانستن ارتباطات ایدولوژیک یا ارتباطات اقتصادی با گروه طالبان برقرار میکنند و اونها فکر میکنند که وجود طالبان و گسترش حاکمیت اونها و ثبات اونها میتونه به نفع کشورهای منطقه خصوصا باشه که به نظر نمیرسه چنین باشه و این به نظر میرسه که اشتباه راهبردی است که کشورهای منطقه در قبال طالبان در پیش گرفتن و خصوصا که کشوری مثل آمریکا که پشتیبان درجه یک دولت یا حکومت جمهوری بود و الان به صورت ناخواسته و به صورت ضمنی از طالبان حمایت میکنه و نشان میده که منافع کشورهای منطقه و آمریکا در یک راستا نیست و این مسیر اشتباهی است که کشورهای منطقه در حال پیمودن اون هستند. بله، سپاسگزارم از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا با ما همراه بودند.